تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما احاط به علمه، اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمنی التقوى. سوره فصلت، همون سوره حامیم سجده، داره تمام میشه. از اول قرآن شروع کردیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم هر آیه رو چند دقیقه تفسیر کردیم. 24 جز تمام شد، وارد جز 25 شدیم، آیات آخر سوره فصلت آیه 52 بشنوید. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. به اینها بگو اگر قرآن از طرف خدا باشه شما کفر می‌ورزید، کیس گمراه دارد کسی که در مخالفت شدید با قرآن باشه؟ این راهیه، هم قرآن میگه هم امام رضا علیه السلام سفارش کرده که با آدم لجباز که طرف شدید اینطوری صحبت کنید. یا آدمی اهل دین نی، عقیده نداره به معاد، یا نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، اهل حجاب نی، اهل کمک به فقرا و خمس و زکات نیست، یا آدمی لاابالی، با این آدمای لاابالی اینطوری صحبت کنید. بگید آقا ببین ما قرآن میذاریم کنار، ها میذاریم کنار، بیایم تو صحبت کنیم، یا قیامت هست یا نیست. خیلی همچی شولم بگیرا، خیلی همچی آروم بگی که تعاونی حساب کن که مشتری بشن، بگو یا قیامت هست یا نیست. اگر قیامت نبود مذهبی ها چه گناهی کرد؟ چقدر ضرر خوان کرد؟ 24 ساعت چند دقیقه نماز خوندن؟ ماه رمضان هم نهارشون رو چند ساعت عقب انداختن؟ در سالم یه مکه میخوان برن اگر وضعش خوب بود. از 100 تومن هم 80 تومن خودشون 20 تومن خمس دادن. حالا گیرم قیامت دروغ، گیرم قیامت دروغ، 24 ساعت ما شده 23 ساعت، کل نمازهای ما نیم ساعت میکشه، در سالم چند ساعت نهار عقب میدیدیم، قیامت هم نباشه ما ضرر نکردیم. این خانم هم 80 کیلو 60 کیلو، حالا یه 100 گرم هم حجاب اسلامی اضافه کرد. اگر قیامت نباشه این خانم که حجاب داره و واقعی که نماز خونده، یا اون که نهارش عقب انداخته ما رمزون، اگر قیامت نباشه ما ضرری نکردیم. فرض بکنیم 24 ساعت 23 ساعت نیم بود. اما اگر قیامت بود که به 1001 دلیل هست، او کسی که نماز نخونده چی خود گفت؟ او کسی که روزه نگرفته چی؟ او کسی که عفت و حجابش خوب نبوده چی؟ ببین 200 نفریم با اتوبوس ها میخوایم بریم مسافرت، چند تا اتوبوس میان، دو تا اتوبوس ها یه چیزای برمی‌دارن، کلتی برای دزد مسلح، چماقی برای سگ، آفتابه‌ای برای مورد نیاز، زنجیری برای کشش از تو گل بکشیم بیرون، جکی، زاپاسی، نایلونی، فرشی، یه چیزای کمک‌های اولیه، یه چهار تا راننده، یه کمک‌های اولیه میزنن صندوق عقب. چهار تا راننده که ول کن بابا برو بابا، دست خالی میان. حالا ما این چند صد کیلومتر رو میریم، یا نیازی به این آفتابه و زنجیر و جک و زاپاس نیست. اگر نیازی نیست او راننده که اینا رو برده ضرری نکرده، حالا فوق چند کیلو بار اضافه برده ضرری نکرده. اما اگر به هر یکی از اینا نیاز داشتیم، او راننده که زاپاس نداره، جک نداره، زنجیر نداره، چرا قوه نداره، او راننده دست خالی چه خاکی بسرش خواد که؟ امام رضا فرمود به آدمای بیدین بگو هر که عقل داره با دین داشته باشه. احتیاطاً ما در سال چند روز روزه میگیریم، نهارمون غروب بخوریم، 24 ساعت چند دقیقه نماز خونیم. دروغ هم باشه قیامت ما ضرر نکردیم، اما اگر راست باشه که به 1001 دلیل راسته، او که دست خالیه چه خواهد کرد؟ یایم همینو میخواد بگه. پیغمبر به مردم بگو ارائیتون، به من خبر بدید، ان کان من عند الله، اگر قرآن کلام خدا باشه، این موعظه ها، این پنده ها، این وعده هاش درست باشه، ثم کفرتم، شما که زیر بار نمیرید، لجبازی میکنید، وقت من اول من هو فی شقاقم بابید، کی از شما بدبخته؟ اگر قرآن راست باشه اگر بی اعتنایی میکنید چی جواب خواهد داد؟ خب آیه بعد چی میگه؟ آیه 53 بشنوید.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. آیه 54 که آیه آخر سوره فصلت، اینم بشنوید. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط. قرآن میگه ما در آینده، در آینده نزدیکه، نشانهای خود را در اطراف جهان و در درون جانشون به اونها نشون میدیم. دورترین نقطه آفاق، نزدیکترین نقطه خودت. نگاه کن، خدا رو بشناس. الان خداشناسی در 30 ثانیه، در نیم دقیقه، 1-2-3 ساعت، ببین نیم دقیقه چگونه خدا رو بشناسم؟ من هستم یا نیستم؟ خب بله من هستم. من چه هستم؟ خودم ساختم؟ نه. من اگر خودم میساختم خوشگلتر میساختم، یه زور میساختم پیر نشم، مریض نشم، نمیرم. پس من هستم، یک، خودمو نساختم، دو، همون قدرتی که من ساخته خداست. تمام شد. نگاه به ساختمون چشمت، نگاه به ساختمون اعصاب، ساختمون قوای شنوایی، بینایی، هر یک از دستگاه های شما، ببینید از نفت چه چیزایی درست میشه؟ بنزین، گازوئیل، نمیدونم چی. از نفت چقدر چیز استخراج میشه؟ از غذایی که ما میخوریم چقدر چیزی؟ یه نون که میخوریم اشک میشه، آب دهن میشه، مو میشه، استخون میشه، دندون میشه، خون میشه، پی میشه، رگ میشه، گوش میشه، دفع میشه. پس از نفت یه چیزایی درست میشه. از غذا که میخوریم چیزایی درست میشه. نفت پالایشگاه داره، دستگاه پالایش داره، نون هم دستگاه گوارش داره. پالایش رو کسی ساخته؟ پس گوارش هم کسی ساخته؟ یه بار دیگه، نفت، نان. از نفت چیزای درست میشه، از نان هم که خوریم چیزای درست میشه. نفت دستگاه داره، نون هم دستگاه داره. اسم اون دستگاه رو پالایش میگن، اسم دستگاه هم گوارش میگن. پالایشگاه سازنده داره، پس گوارش هم با سازنده داشته باشه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. در آفاق، کهکشان شناسی، ستاره شناسی، ما آیات خودمون رو در آفاق نشون میدیم، در خودشون نشون. حتی یتبین لهم انه الحق، تا اینها بفهمن که خداوند حقه. بعد علاوه بر اینها، اولم یک فی برب بکه انه علی کل شیء، کافی نیست که خدا خودش شاهده، خود حضور خدا. به قول امام حسین در دعای عرفه میگه متا غبت کی غائبی، تا بگیم کی حاضری، تو همیشه حاضری. آفتاب کی رفته ای زدل که تمنا کنم تو را، کی گشته ای نهفته که پیدا کنم تو را. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. عمیت عین لا یراک لا تراک. امام حسین میفرماد کور با چشمی که تو رو نبیده. پس هم از آثار علی غیر که من از ظهور ما علی سلک، امام حسین میگه از آثار با تو رو بفهمیم، از آثار با تو رو بفهمیم. خود عشق به بچه در درون مادر هست. آیا بچه باید بیاد بگه چون بچه ای تو هستم مادر منو دوستم داشته باش، چون نمیدونم به تو نیاز دارم، چون اگر کمکم کنی پاداش داری، چون. یعنی بچه برای که مادرشو به عشق وادار کنه باید بچه استدلال کنه؟ خود درون مادر عشق بچه هست، استدلال هم نمیخواد. اولا یک فی برد بکه، همین حضور خداوند کافیست برای اثبات خدا. یا من دل به ذاتهی علی ذاته، آفتاب آمد دلیل آفتاب. علی انهم فی مریت من لقاء ربه. آگاه باش که یه عده از مردم درباره ملاقات پروردگارشون در قیامت
فی مریتن، در شک عمیقی هستن. الا انه به کل شیء محیط، آگاه باش که خدا بر هر چیز احاطه داره. چرا در قیامت در شک هستیم؟ خدا نمیتونه، خدایی که اینجا از یک اسپرم انسان درست کرد نمیتونه انسان رو باز کنه و ببنده در قبر، باز کنه قیامت به هم پیوند بده. یکی که خشت درست ساخت نمیتونه خشت رو بشکنه خاکش کنه دو مرتبه خاکا رو خشتش کنه. او کسی که اینجا درست کرد بازم درست میکنه. در قدرت خدا شک دارید؟ انه علا کل شد. فکر میکنی مشکل داره که علی الله یسیر، فکر میکنی قاطی میشه و هوا به کل شد علیم. اگر در علم خدا شک داری و هوا به کل شد علیم، اگر در قدرت شک داری و هوا علا کل شد قدیر، اگر فکر میکنی علم داره قدرت هم داره، ولی این آخه چرا دو مرتبه زنده کنه؟ به خاطری که باید خوب و بد جزا ببینه. افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم و انهم الیهم لا یرجعون. یعنی شما فکر میکنید ما از خاک گندم ساختیم، از گندم نطفه ساختیم، از نطفه طف ساختیم، از طف انسان ساختیم، انسان کامل که شد مرگش دادیم، دو مرتبه خاکش کردیم. خاک اگر بناس انسان بمیره خاک بشه، مگه خاک اول نبودیم؟ چرا خاک تبدیل شد به گندم؟ تا گندم به نطفه، نطفه به طف، طف به انسان. اگر بناس انسان بمیره خاک بشه، خاک اولش بودیم. خدای حکیم که نمیخواد از خاک آدم بسازه دو مرتبه از انسان خاک بسازه، که خلاف حکمته. میگه میشه افمن کانم مؤمنم کمن کان فاسقا؟ یه عده خوب یه عده بد، هر دو ببینن هیچ به هیچ. خدا عادل نیست، خدا حکیم نیست، خدا قدرت نداره، برای خدا مشکله. بدون یه عده درباره قیامت در شک عمیق هستن، غافل از این که خدا به هر چیزی احاطه داره و با یک اراده کن فیکون همه چیز رو خلق میکنه. خدایا ایمان کامل، بدن سالم، عقل قوی، رزق حلال، بصیرت، استقامت، یقین، باور به همه ما بره همیشه، مرحمت بفرما. سوره فصلت تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.